هر کس ادعا کند که وقتی اسم طالبان را میشنود یاد خشونت، قتل، کشتار، ظلم و ستم نمیافتد از دایره آزادگی خارج شده است. سنی های تندروی طالبان به اسم اسلام و اجرای احکام اسلامی انواع جنایت های ضد بشری را مرتکب می شوند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. الله بطلاه رهبر طالبان به قاضی های این گروه دستور داده که حد و قصاص را اجرا کنند دستوری که نگرانی جدیدی را در افغانستان درباره افزایش خشونت و سرکوب مخالفان طالبان خلق کرده است زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که ملاه الله در نشستی با قاضی های این گروه گفته که اجرای حد و قصاص حکم شریعت و دستور من می باشد که واجب است. او تاکید کرده که قاضی های این گروه باید حد و قصاص را درباره پرونده های دزدان، گروگانگیران و فتنگران اجرا کنند. طالبان از احکام دین اسلام قرائت سخت گیران و افراد دارند که به باور اکثر آلمان برجسته و پژوهشگران دینی در تزاد با اصول و دستورات دین اسلام است. این گروه همچنین متهم به استفاده سیاسی و ابزاری از دستورات دین اسلام است و به باور اکثر پژوهشگران امور دینی آنها با استفاده سیاسی از دستورات دینی در تلاش ترویج باورهای افرادگرایانه و مشروعیت دادن به انجام خشونت است. پیشینه خشونت ورزی و سرکوب زیر نام اجرای شریعت و دستورات دینی توسط گروه طالبان برمیگردد به دور اول حاکمیت آنها در افغانستان در دهه 90 میلادی در آن زمان این گروه به صورت علنی اقدام به اعدام قطع عضو شلاق زدن و حتی تیرباران افراد متهم به جرایم جنایی کردند. علی اکبری اخبار شیعه